سکچ تصویر دنیای هنر. سرپرست گویندگان مینا مؤمنی، ناظر کیفی دوبلاژ مهرداد رئیسی، مترجم میترا نظریان. دهکده ما، دوبله و پخش از مؤسسه تصویر دنیای هنر. گفتم اینا رو ببر اون جان برکو، بعد برگرد بردش رو ببر. آخه چند دفعه باید یه چیزا برات تکرار کنم؟ مگه عب تو کلت نیست؟ اگه یه بار دیگه تکرار بشه خودت میدونی، فهمیدی یا نه؟ زود باش دیگه، زود باش اینا رو از اینجا ببار. بله قربان. سب کن، وایسا ماینا. زینم تو ببینم ماینا، با چیم؟ سب کن، شب نمی کنم. منو ببخش تنگ، چطوری خوشحال باشم؟ آخه تو که نمیخوای ازدواج کنی. وایسا. نه، اما خب خانوادم دلشون میخواد با تیمان ازدواج کنم، چون میگن تیمان موقعیت خوبی داره. میبینی تنگ چقدر خوشحاله؟ ببینم پس نوه یه تو که یه ازدواج میکنه. دوان هنوز داره درس میخونه. درس خوندنم خوبه، ولی از الان باید به فکر باشی. ممنونم. نگران نباش آرتی، ما برای دوان یه همسر خوب پیدا میکنیم. اگه نه ماما، اینم برای عروس آینده. خیلی ممنونم سامچایا، ولی میشه بگی این چیه؟ خب معلومه، یه ماشین ظرفشویی دیگه. واقعا ازت ممنونم، حتما تنگ خیلی خوشحال میشه. ماینا بازی گوشی کافیه، همه توی جنگل منتظر ما هستن. ببینه چی که منتظر ما هستن. باید همه چیز رو در باره آدمایی که برای ساخت ساز اومدن بگیم. ماینا مگه با تو نیستم؟ من چقدر حرف میزنی؟ جون چه برقی میزنی؟ ها؟ ها؟ ای کای زود باش، ما داریم میریم. اصول کونگ فو، فن استاد، تمرکز و قدرت. بیانم کن کای، مسخره بازی در نیار، برو به تنگ تبریک بگو و بیا بریم، خیلی کار داریم. تو دختر درس خونی هستی، من مطمئنم که موفق میشی و به آرزوهای دور و درازت میرسی، اما زندگی من دیگه عوض شده. من باید عروسی کنم و فقط یه همسر خوب و نمونه باشم. خب تو از این بابت خوشحالی مگه نه؟ مهم خوشحالی پدر و مادرمه. تو از این بابت خوشحالی مگه نه؟ هیچ چیز در اطراف من تغییر نمی کنه. همه ی آرزوی من فقط داشتن یه شانس یا یه فرصته. اما همه چیزایی که من به عنوان یه پسر میخوام برام حاضره، بیشتر از این نمیخوام. دهکده من همین جوری هم خوشبخته. بودن با خانواده و دیدن لبخندها. سلام سامچای، این برا مرزش منده و تنها آرزومه. لیاقت من بیشتر از این چیزیست که این دنیا و اطرافیانم به هم دادن. اگه خوب به روح این دختر نگاه کنی همه چیزو خوب میبینی. سلام سمچای، توی این دنیا این فقط پول کرف اول آخرو میزنه. من فقط پولو دوست دارم، آره پولو دوست دارم. نه خیرم اینطوری نیش، من الان تو رو میکشم، میکشم. نه خیرم، من تو رو میکشم، من تو رو میکشم. تو دروغ میگی، نه پولو کرف اول آخرو میزنه. نه ترسین بچه. اگه برادر زادش پایروت اونو بیرون نمیکرد الان مجبور نمیشد از این راه پول در بیاره. مامان من با تمام قدرتم سعی میکنم خانوادمونو حفظ کنم. ای تو، سامچای تویی؟ بله. بگیرش.
این یه اخطاره. من نمیفهمم، اینجا نوشته شده همه ساکنان دهکده باید مالیات بپردازن. مالیات؟ به کی؟ ما قبلا مجبور نبودیم هیچ مالیاتی پرداخت کنیم. اینجا نوشته شده اگه ما نتونیم مالیات بدیم زمینمون ضبط و مصادره میشن، یعنی دولت زمینمون رو از چنگمون در میاره. از آسمون و از زمین اگر که سنگ بباره، بازم با همیم و هستیم یه خونواده. من با فنون کنگ فو جلای آدم بدا رو میگیرم. اما همه چیز مثل سابق باقی میمونه. اما پشت این تپه ها دنیاییست و امیدها و آرزوهای من دست نیافتنی هستند. خوب به روح این دختر نگاه کن تا همه چیز رو خوب ببینی. اصلا سر در نمیارم، من که دیروز روغن کارش کردم. سلام سامچه. سلام، ببخشی. دلم میخواد توی این دهکده قشنگ خوشبخت و آزاد زندگی کنیم، همیشه شاد باشیم و در کنار همدیگه باشیم. نمیخوام هیچ وقت مشکلی برامون پیش بیاد. هر سختیم که سر راهمون باشه ما اونو آسون میکنیم. این بزرگترین آرزوی منه، اینکه برای همیشه خوشبخت و آزاد کنار خانوادم زندگی کنم. اینطوری طعم زندگی میشه شیرین، پس برای همین میخوام برای خانوادم بهترین تو تمام دنیا فقط میخوام همین. برای خانوادم میخوام بهترین تو تموم دنیا فقط میخوام همین. بازیگران به ترتیب اجرای نقش، دختر، برادرش و به همراه سایر بازیگران محبوب شما. زندگی در دهکده؟ این دیگه چسب مسخره یه هم. معذرت میخوام، روش کار میکنم. من از دختر خیلی خوشم میاد، به نظر ساده و مهربونه. افراد، زود باشید پرده نمایش رو تعمیر کنید. این کار سهره نیست، شما فقط ظاهر این پرده رو میبینید، اما برای ساختن اون سالا زحمت کشیده شده. فقط چند لحظه صبر کنید، الان نشونتون میدم تا کاملا ملتفت چینه زن من. هر قطره آب یه لنز بی‌نظیره. تابش نور به این لنز باعث میشه تا بتونیم هر تصویری رو که میخوای از زوایای مختلف در نقاط مختلف جنگل در هر جای دریافت کنیم. این قطره کوچیک مثل تار عنکبوت بسیار ظریف و شکننده است و باید با اون با احتیاط رفتار کرد. پس میخوام از شما خواهش کنم از این به بعد احتیاط رو مثل گهربان خوب رعایت کنید. خب چی شد که انقدر دیر اومدی؟ هیچی جناب خرس، اگه کدوم مزاحم کار من نمیشد اون چیز براق و برمی داشتم و خیلی زود برمیگشتم. تو باید یه چیزی رو ببینی. چی رو ببینم؟ آدم ها دارن یه چیز جدیدی میسازن. من و ماینه داشتیم بالای دهکده پرواز میکردیم، اما من درست نفهمیدم اون چیه، ولی میتونیم روی پرده نمایش ببینیم. یکم بالاتر. حالا یکم برو به طرف راست. من از این تصویرها خوشم نمیاد. آدم ها دارن کارهای انسانی خودشونو انجام میدن، به نظر ترسناک میاد ولی جای نگرانی نیست. حق با مایناس، دلیلی واسه نگرانی وجود نداره. اگه جای شما بودم اینقدر بیخیال نبود. اونجا رو تو دیگه از کجا پیدا؟ من قبلا روی چنین درختانی زندگی میکردی. من دوستام و خانوادم، جای ما خیلی راحت بود. فکر میکردیم که آدم ها کاری به ما ندارن، اما یه روز صدای قرش اومد و دیدیم که اثری از درختان نیست. محل زندگی ما کاملا نابود شد. خب متاسفم که بی خانمان شد. یا که بخوای میتونی اینجا بمونی. انگار متوجه نشدی. اگه این آدم ها با ماشیناشون اینجا بمونن و به کارشون ادامه بدن، فقط خونه های خودشونو خراب نمی کنن، بلکه خونه های ما رو هم خراب می کنن. اون وقت هممون خونه خراب میشه.
وای اونجا رو نگاه کنین. به نظر همه چی آروم و مرتبه. ما داریم درباره درخت ها صحبت میکنیم، نه خونه های مسخره آدم ها. به اون درخت پیر نگاه کنین، میدونین آدم ها باهاش چی کار میکنن؟ خب معلومه قطعش میکنن. بچه ها اونجا رو نگاه کنین. اونا دیگه دارن خیلی نزدیک میشن، ظاهرن به زودی به حیات ما میرسن. اینقدر بازی گوشی نکن، زود باش بشین درستو بخون. من فقط یکم خسته شدم، خواستم یه کاری کنم بخندیم. درس خوندن رو جدی بگیر کای، به خاطر آیندهت میگم. اینجوری شاید بتونی بری دانشگاهی رشته بازیگری و ستاره فیلمای کونگ فو بشی. دوان بله بابا. بیا اینجا دخترم، کارت دارم. خیلی معذرت میخوام، از همه میخوام ساکت باشم. با شما ها سکوت رعایت کنید. ساکت. آخه کجا بریم؟ من نمیتونم اونا رو مجبور کنم خونه و زندگیشون رو ترک کنن و آواره بشن. من میدونم تو کاری رو میکنی که لازمه، اونا به حرف تو گوش میکنن، هر تصمیمی که بگیری اونا دنبالت میان. اما اگه رفتن از اینجا تصمیم درستی نباشه چی؟ ما سالهاست که اینجا زندگی میکنیم. خیلی خوب باشه، حالا که اینطور فکر میکنی فعلا دست نگه میداریم تا بیشتر فکر کنی. ببینم کادو، ممکنه بتونیم بفهمیم رئیس آدم و کیو چه قصدی داره؟ اینطوری بهتر میتونیم تصمیم بگیریم. اجازه بدیم برم یه خورده تحقیق کنم تا بفهمم. باشه برو. کی بیشتر از همه در شناسایی محل زندگی آدم ها تجربه داره؟ چقدر قشنگی. چیه؟ دو 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 بح جان چه تیپی دارن؟ حالا یه آفتاب بالانس؟ کسی ندی؟ سلام چطوری خوشتی؟ آخ الان نشونت میدم. پام درد گرفت، دلم میخواد بگم آخ. اون آدم مردم آزار بی فکر و بد جنسی، این حیوان گوشت زیر ماشین خوشگل من. بحثام چای چطوری رفیق؟ ایدهی که دادی خیلی خوب گرفته، میبینی؟ خیلی خوشحالم که راضی هستی. راضی که راضیم، اما یه وقت فکر نکنی این باعث میشه تو سهم بیشتری ببرید. وای. البته که نه، خب شما ارباب هستین، به خاطر همینم هست که اومدم پیش شما. البته، فعلا بشین تو اتاق کار من. اخوخ مواظب باشی. چیزی نیست. بله بابا جون. بنس، داوان مهمونمونه، یخت سرگرمش کن باشه. بفرمایید داخل. فقط چراغ بود. و اگه راستشو بخوای اینم یه جور دستگاهه که میتونی باهاش. کجا رفتی؟ صبر کن ببینم. وایسا بابا، اینو میبینی؟ قبل اینکه بمیره باز خودش هیولایی بود. ای راستی میخوای یه چیز فوق العاده ببینی؟ پس دنبالم بیا. ببینم جوان خانم، شما میدونی این چیه؟ نه، یعنی رامیلانه. درسته، سه نسله که به خاندان ما تعلق داره، از طرف شاه رامیلان بهمون رسیده. رامیلان؟ آره همون. تو این عهدنامه مالکیت این زمین ها به خاطر اینکه یه روز پدر بزرگ من جون پادشاهو نجات داده به ما رسیده. چه خوب که خانواده ای تو یه بار به یکی کمک کرد. گوش کن جوان، نکنه تقصیر منه که خانواده ای تو فقیر و بدبختن و پدر تو مجبوره واسه پدر من کار کنه.
هی تو باید به من احترام بذاری. آه داوان خوبه، همین الان به هر دوشون خبر بدی. چیو خبر بده؟ هر با پایروت با نهایت بزرگواری موافقت کردن که تو و بنس با هم ازدواج کنی. پدر چطور تونستی؟ چطور تونستی؟ این آینده منه، این زندگی منه و این سرنوشت من. من باختم با این که سعی کردم ولی نتونستم. من نتونستم به آرزویی که داشتم برسم و این خیلی تلخ و غم انگیزه. یعنی آرزوها و رویاهای من به حساب نمیاد. اگه میخوام از این وضع نجات پیدا بکنم باید یه کاری بکنم. فهمیدم، بورسیه تحصیلی. اگه اونو بگیرم میتونم به پدرم ثابت کنم که عرضه و لیاقت من بیشتر از این چیزیه که اون فکر میکنه. من مطمئنم که میتونم. من روزی تا اوج خواهم رفت و به خیلی چیزها خواهم رسید. با قدرت و باور خودم به آسمون پر میکشم، از آب و آتش میگذرم، چون اراده قوی دارم. من میدونم به هدفم خواهم رسید و رویاهام واقعی میشن. فقط باید ایمان داشته باشم و خودمو باور کنم. احساس یه چیز ناشناخته است، یه تجربه جدیده. با اراده قوی و تلاش میتونی به خیلی چیزا دست پیدا کنی و من تا زمانی که به آرزوی خودم نرسم دست از تلاش نمیکشم و همیشه با اراده به سوی هدف خودم قدم بر می دارم و هیچ چیز جلوی مرا نخواهد گرفت. مطمئنی که به اندازه کافی برای امتحان دادن آمادگی داری؟ بله کای. خب منم آماده هم. تو تقریبا آماده ای. زود باش بیا بریم. سلام. بعدش من ببینم. خیلی خوب. پدرم میگه خیلی شانس آوردیم که تو این چند ساله مالیات ندیدیم. ولی ما که زمیندار نیستیم، نباید مالیات پرداخت کنیم. شما هیچ کدوم زمین نداری. حتی اگه زمیندارم نباشیم به هر حال از زمین استفاده میکنیم. برای همین باید مالیات بدیم. ما همینطوری هم داریم مالیات پرداخت میکنیم. قسمت زیادی از محصولمونو به صاحب زمین میدیم. این مسئله پیچیده تر از این حرفاست. کسی که پولش روی زمین سرمایه گذاری میکنه روی برگشت پولش حساب میکنه. برای همین بابت زمینش از استفاده کننده اجاره میگیره. اما این برخلاف سنتهای ماست. شاه دستوری صادر کرد که یکی از خانواده ها به عنوان زمیندار از دیگران باج بگیره. بعضی از سنت ها خوبن اما بعضی از اونا خیلی وحشتناکن، مثل سنت هایی که بعضی رو مجبور میکنن با کسی که دوست ندارن ازدواج کنن. نه خب این سنن همیشه هم عادلانه نیستن، اما این قانون دنیاست. مثلا همه کسانی که برای امتحان آماده شدن نمیتونن بورسیه تحصیلی بگیرن. من میدونم که همه شما برای این امتحان آماده شدین و براتون چه ارزشی داره. بله پدر. امیدوارم موفق باشی. هر کسی که بهترین نمره رو بگیره میتونه بورسیه تحصیل در دانشگاه رو دریافت کنه. این شانس خیلی بزرگیه، اما تنها موفقیت در اون کافی نیست. باید در کارتون جدی و مصمم باشین. برای موفقیت قاطعیت و تلاش بی‌وقفه لازمه. حالا وقتشه هر چی در این مدت یاد گرفتین تو این امتحان نشون بدین. شروع کنین. بدش من که قبلن به شما گفتم دستمزد کارگرا خیلی زیاده. آره تازه پاداششون هم هست. آره درسته. پاپهشون بگو که 80%شو میگم. خیلی خوب باشه، 50% همونی که قول داده بودم. البته باقیشو وقتی میگیدن که کارو تموم کرده باشن. ملاجم. تو به همه مردم نامه مربوط به مالیاتو دادی؟ پایروت من نمیفهمم ما منتظر چی هستیم. این مسخره بازی ها در مورد مالیات دیگه چیه؟ نه. تو به این کارا کار نداشته باش. من رئیسم و تو واسه من کار میکنی. من مغزم متفکرم و به همه دستور میدم. درسته؟
اینجوری اونا فکر میکنن که من دارم به کاراشون رسیدگی میکنم و هیچکس در مورد اینکه من مالک واقعی این زمینا هستم یا نه بحثی نمیکنه. هیچکس حدس نمیزنه که ما میخوایم یه باشگاه تفریحی و کلی هتل بسازیم. دهکده و جنگل رو با خاک یکسان میکنیم. من تو این پروژه به اونا کار پیشنهاد میکنم و اونا هم قبول میکنن. میدونی چرا؟ چون راه دیگه ای نداره. درست. برو. خب پس کی میتونم چند تا خونه رو خراب کنم؟ خیلی سریع. به این میگن یه برنامه اساس. یه نقشه خوب. خیلی سریع. فکر عالی. خیلی سریع. بدونی. خیلی سریع. بهمون این دهکده. خیلی سریع. مال منه. مال توه. زمینای دهکده همشون مال منه. چندین ساله که همش فکرم پول دار شدنه. علاج این کار چیه؟ باید زمین ها را از چنگ مردم در بیاریم. میندازیمشون بیرون خیلی سریع و آسون. خیالم راحت میشه، پولامم بیشتر میشه، تو خوشبختی غرق میشم. آره، چون که ثروت من میشم. دهکده نابوده، خونه ها بیرونه، همش مال منی، قدیمی شده، شیرینی، حرفشم نزن، بچه ها میره نم باس پولدار بشه، درست مثل باباش بشه. من همه رو از سر راهم بر میدارم. هیچ چیز نمیتونه جلوی پولدار شدن ما رو بگیره. ما ماشینم میام سراغتون و همه چیز رو نابود میکنم. باید بد جوری از من بترسی. خانوم ها و آقایون، این منم. راهو باز کنین، پایروت بزرگ و ثروتمند داره با تو صحبت میکنه. خوب توجه کنی. دهکده بی دهکده. دهکده بی دهکده. همون شد رفعه کارش. خوب یوچای، برو به اهالی دهکده این خبر رو بده. اگه تو فردا مالیاتشون رو ندن با زحمت رو کم کنن. من یه فکر بهتر دارم. براشون یه نمایش کوچیک از اون چیزی که در انتظارشونه ترتیب بده. عالیه. امتحان سختی بود، اینجوری که هیچکی قبول نمیشه. نه اتفاقا خیلی هم آسون بود. تو چته؟ هیچی کای. هی جوان، راجع به قضیه ازدواج چیزی به برادر کله پوکت گفتی؟ اولا بانس برادر من کله پوک نیست، اون از تو خیلی باهوشتره و دوما هیچ چیزی برای تعریف کردن وجود نداره. سلام بانس، خدافظ بانس. خیلی خوب کوچولوهای خوشگل من، اینجا جاتون امنه، راحت بخوابی. وای بلاخره پیدا کردم. استاد من به هم گفته با نادونایی مثل تو کنگ فو کار نکنم، اما تو دشمن دیرینه منی، پس در مورد تو بس برق میکنه. حمله کنه. کنگ فوی من هنوز خیلی خوب نیست، اما از تو خیلی بهترم. جاوان بس
نزدیکتر نیاین، من یک کنفو کار حرفه‌ایم. تو ایسان باکو اومدی تو مبارزه با دشمن اصلی به من کمک کنی؟ هی چی کار میکنی؟ وای این کار از کجا یاد گرفتی؟ خیلی کیف میده. این پسر بچه از کجا اومده؟ احتمالاً پسر یکی از اهالی فقیر دهکده است. به نظرم انسان جالب و خنده داری میاد. های بازم تو همه گی سلام، دلتون واسه من تنگ شده بیداره؟ فقط طول کشه، بهتره که تنهایی کار کنم، باره اضافی مزاحم منی. بگید ببینم آدم ها رو دیدین؟ چیزی هم فهمیدین؟ فکر میکنین اونا میان اینجا؟ آره دیدمشون، دلیلی واسه نگرانی وجود نداره. چی؟ هیچ دلیلی وجود نداره؟ اونا میخوان تمام دهکده و جنگل های اطرافش رو نیست و نابود کنن. یعنی اینجا رو؟ تو خودت شنیدی که اونا چی گفتن؟ پس مثل همیشه اینقدر مسخره بازی در نیار. نه خب شنیدم، اما حواسم نبودش. این ماشین دیگه عمرشو کرده و به درد نمیخوره، من دارم خودم رو گول میزنم. ماما ما چی کار باید بکنیم؟ باید این ماشین رو بفروشیم سامچای. چی داری میگی مامان؟ این ماشین رو هیچ کس نمیخره، هیچکی طرز کار اونو نمیفهمه، اون به درد کسی نمیخوره. تو هم هیچکی نمیفهمه، اما معنیش این نیست که به درد نمیخوریم. کای دوان، ازت ممنونم که به کای کمک کردی، حالا دیگه اون درساش خیلی خوب شده. بابا اگه بورسیه رو یکی دیگه بگیره چی؟ نه نه این کار نکنین، معنی این کارا چیه؟ معنیش اینه که اگه مالیاتتون رو به موقع پرداخت نکنید خونه هاتون رو خراب میکنید. تو که باید این چیزها رو خیلی خوب بلد باشی آقای معلم. ولی تو حق نداری. پدر تو نمیتونی مثل آدم حرف بزنی؟ کن پسرم، من کلن نمیتونم حرف بزنم. هیچ کنوم از شما ها مالیاتتون رو پرداخت نکردی، فردا آخرین مهلته، اگه پولتون رو ندید خونه های شما رو خراب میکنیم. اینطوری بوم. ای بابا گمم کرد. وای وای خیلی خوب خیلی خوب، حق با تو بود، باید بیشتر حواسم رو جمع کنم، باید میفهمیدم که اون آدم گنده خیلی بدجنسه، ممکن بود بقیه رو با بی‌توجهی خودم تو دردسر بندازم، ولی الان من پشیمان هستم. ما هنوزم میتونیم به اونو کمک کنیم، باید عجله کنیم. یادت اونا درباره چی حرف میزدن؟ خب آره تقریبا. پس دنبالم بیا، من یه نقشه دارم. جوان ما باید یه چیزی به شما بگیم، گوش کنید. صابخونه جوان صابخونه. آقای معلم لیاک تو حالت خوبه؟ آره ممنونه.
آقای معلم چی شده از این ورا؟ ما جواب امتحانا رو گرفتیم و اومدیم یه خبر خوب بهتون بفرمایید. اینم کار. با عرض سلام و تبریکات مخصوص خدمت شما، به اطلاع میرسانیم که نفر اول امتحانات خانم جوان. درسته، اون از همه بهتر بوده و در سطح منطقه نفر اول شده. خیلی عالیه. کای اصلا نگران نباش، اگه میخوای تو میتونی به جاش بری. اون قراره انصراف بده. انصراف بده؟ چی؟ نه من این کارو نمیکنم. نه داوان، ما قبلا در این باره صحبت کردیم. آینده ی تو رو شوهرت که میسازه. ببینم منظور شما بانسه؟ این چه آینده ایه؟ من تو امتحان نفر اول شدم، آخه چرا نتونم برم دانشگاه درس بخونم؟ خب چون که تو؟ چون من یه دخترم نمیتونم درس بخونم، فقط به خاطر همین. داوان من مطمئنم پدرت بهترین آرزوها رو برات داره. هر اتفاقی هم که بیفته من میدونم که تو پیشرفت میکنی. پیشرفت مادر بزرگ، اونم تو خونه بانس. سانچای، بنز به درد زندگی با داوان نمیخوره. شما توی مغزش فرو کردی که هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و هر چی آرزو کنه همون میشه. شما با این حرفاتون باعث شدین که اون اینجوری بشه. همش تقصیر شماست. منو بگو که فکر میکردم قبول شدن تو امتحان همه ای کارا رو درست میکنه. شاید واقعا بهتر باشه با بنس ازدواج کنم. حالا باید از قدرت تقلید صدامون استفاده کنم. آره راست میگی، فکر خوبیه. بایرات، من نمیفهمم ما منتظر چی هستیم. این مسخره بازی ها در مورد مالیات چیه؟ اینجوری فکر میکنن من دارم بهشون میرسم و هیچکی در مورد اینکه من مالک واقعی این زمین هستم یا نه بحثی نمیکنه. هیچکی نمیفهمه که ما میخوایم باشگاه تفریحی و کلی هتل بسازیم. کاملا درسته. پس کی میتونم چند تا خونه خراب کنم؟ پس پایروز به ما کمک نمیکنه. این اونه که میخواد خونه های ما رو خراب کنه. من باید به مردم هشدار بدم اما هیچکی حرف منو باور نمیکنه. بگم مالیات دروغه. ارباب پایروز میخواد خونه های ما رو خراب کنه تا هتل بسازه. جوان تو از کجا میدونی؟ اوه پرنده ها به من گفتن. تو عقل تو از دست دادی. با خیال راحت دراز بکش دخترم، باید منو ببخشی. من نمیخواستم بترسونمه. مردم میگن من دیوونم. من کجام؟ تو خونه من. من چرا آوردم اینجا؟ میخوام یه داستانی رو برات تعریف کنم. چند نسل پیش پادشاه رامیلون پسرش رو گم کرد و بعد اینو همه میدونن. خانواده شما اونو نجات دادن. نه شاه اندوهگین و ماتم زده. ساکنین دهکده به قدری پادشاه خودشون رو دوست داشتن که نمیتونستن غم و اندوه اونو ببینن. مردم تمام جنگل رو گشتن و پسر پادشاه رو پیدا کردن. پادشاه رامیلون به قدری خوشحال شد که عهدنامه بزرگی رو به عنوان پاداش صادر کرد. تمام ساکنین دهکده صاحب زمینای خودشون شدن. اما مشاور اعظم داشت از حسادت میترکید. اون عهدنامه رو عوض کرد و پادشاه رو مسموم کرد. تو عهدنامه قلابی نوشته شده که زمین های دهکده به مشاور و خانوادش میرسه. یعنی عهدنامه پایروت قلابیه؟ اما چطوری میشه اینو ثابت کرد؟ عهدنامه واقعی رامیلون تو معبد گم شده پنهانه، درست جایی که پادشاه اونجا مدرد. اما معبد گم شده فقط یه افسانه است، وجود نداره مگه نه؟ ببینم تو میخوای جلوی برادرزاده منو بگیری یا نه جوان. تو به اندازه کافی باهوش و قاطع هستی که بتونی اونو پیدا کنی. در سرزمینی بلند و مرتفع و پر از خطر واقع شده. وقتی ماه میتابه مسیر اونجا رو روشن و نورانی میکنه. تو حتما دروازه رو پیدا میکنی. اونجا همه منتظر تو هستن. اول باید آتش مدفون زیر خاک رو پیدا کنی. بعد علفهای شیرین رو بچش و راهتو پیدا کن. خودت عهدنامه واقعی رو پیدا میکنی و حرفای منو باور میکنی. عجله کن، یادت نره چی بهت گفتم. اخوه اینی که میگم به خاطر بسپار دوان، به خاکستر اعتماد کن. پیره مرد دیوونه،
مطمئنم نه کسی قضیه معبد گم شده رو باور میکنه نه داستانی که شما برام تعریف کردی. خدافز. چیه داوان؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ لیاک، ما خونه هامونو از دست میدیم. اگه من بهت بگم که عهدنامه پایروس قلابی و یه عهدنامه واقعی وجود داره که ثابت میکنه این زمینا به ما تعلق دارن، حرفمو باور میکنی؟ بله، و میگم هر چه زودتر باید پیداش کنی. حالا بگو ببینم این عهدنامه کجاست؟ سرزمینی بلند و مرتفع و پر از خطر. میرم دنبالش بگردم، شاید موفق بشم. داوان دلم میخواد باهات بیام. نیازی اما... نیست. کای من به کمکت احتیاج دارم. حالا از من کمکم میخوای؟ یاره دست بردار کای، این مسئله جدیه. قبول شدنم واسه من جدی بود. تو به من قول دادی که من قبول بشم، اما خودت اول شدی. حالا من چی کار کنم؟ آیندم چی میشه؟ اگه ارباب پایروت زمینای ما رو بفروشه، دیگه هیچ کدوممون آینده نداریم. این زمینا مال اون نیستن. پایروت فکر میکنه که اون مالک این زمیناست، اما اینطور نیست. یه عهدنامه واقعی وجود داره که ثابت میکنه این زمینا به اهالی دهکده بخشیده شده، نه به یه نفر. تو دیوونه شدی؟ خودت فکر کن ببین، میتونی باور کنی که اجداد پایروت آدمای خوبی بودن و به دیگران کمک میکردن؟ خب راستش میدونی، من بدون کمک تو هم اون عهدنامه رو پیدا میکنم. مثل اینکه تو میترسی با هم بیای. هی کی میترسه هان؟ عهدنامه واقعی، ببینیم که اول اونو پیدا میکنه. دوستم و دارم بیان، باید به ها بهشون نشون بدیم. بریم. خیلی خوش اومدین بچه‌ها. یه خبر خیلی خوب، اون دختر جوان میدونه چطوری باید جلوی مرد چاقو بگیره تا نتونه خونه های ما رو خراب چی کنه. گفتین؟ چیزی که میتونه جلوی اون مرد رو بگیره توی معبد قدیمیه و دختر تصمیم گرفته. اما فقط من تنها نبودم. شما از کجا مطمئنین میشه به این آدم ها اعتماد کرد؟ چوره دیگه ای نداریم، ما باید به دختره کمک کنیم تا به معبد برسیم. آره درسته، ببینم خوب باش، نظر تو چیه ها؟ من در این مورد نمیتونم کمک کنم، اما اونا چرا؟ ما میتونیم با کمک هم مشکلاتمون رو کنیم، چون با کمک هم دیگه ما میشیم از همیشه قوی تر. اگه تنهایی کاری کنی به نتیجه ای نمیرسیم، پس اینو به خاطرت بسپار، یکم حس یاری داشته باش. مشکلاتمون داره راه حلی، واسه این کار میکنیم با هم هم فکری، با هم دیگه، با هم دیگه. تنهایی هیچ کاری پیش نمیره، پس باید باشیم ما با هم دیگه، واسه همیشه، با هم دیگه. ما با همگی با هم هستیم، یه خونواده، یه خونواده، کناریم هوای هم دیگه، واسه یه همینگه، همیشه مشکلاتمون حل میشه، هستیم یه خونواده. داره راه حدی، واسه این کار میکنیم با هم هم فکری، با هم دیگه. در کنار هم به خوبی خوشی زندگی میکنیم، جونمون واسه هم دیگه در میره. امیدوارم شما هم مثل ما خونواده خوبی باشید.
فکر میکنی معنی این صداها چیه؟ جوان، نگفتی از کجا موضوع اهنامه واقعی رو فهمیدی؟ وینچو یه پیر به هم گفت. چی؟ هی، سب کن جوان، جوان وایسا. انگار سامچای داره یه چیز جدید اختراع میکنه. ولش کن، تو برو چای تو بیری. تو دیگه چته؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خودت هم نمیدونی که چقدر خوب و خوشبخت زندگی میکنی. نه مسئولیتی داری، نه مالیات و نه بچه های قدر نشناس. ماما. سامچای، توی پسرم منو ترسوندی. مامان خواهش میکنم منو ببخش. نه اشکالی نداره. همه این کارا برای آینده خودشون. من این چیزا رو میدونم پسرم. مامان ما باید چی کار کنیم؟ اینطور که پیش میره ما خونه زندگیمونو از دست میدیم. ولی ما هنوز چیزی رو از دست ندادیم. باید تو این شرایط هوای همدیگر رو داشته باشیم، مگه نه؟ درسته، من بازم میرم پیش ارباب پایروت. مطمئنم که اون کمکمون میکنه و یه راهی پیش پامون میذاره تا مشکلمون حل بشه. باشه. سرزمینی بلند و مرتفع و سرزمینی خطرناک. به حرف من گوش میکنی؟ ما میتونیم بریم از پدر کمک بخوایم. فکر کنم اینجا بتونیم علامت راهنما رو پیدا کنیم. خب اینجاها باید یه در باشه. اونهاش اونجاست. جوان، ما نمیدونیم اینجا چجور جاییه. تو واقعا میخوای بری اون تو؟ اولا که اونجا خطرناکه، دوما ممکنه ارواح اونجا باشن. در ضمن تو مجبور نیستی چیزی رو ثابت کنی. ازت خواهش میکنم کای، مسئله من و تو نیستی، مسئله خانواده ماست، دوستانمون، زندگیمون. پایروت همه چیزو ازمون میگیره. تو میخوای اینجوری بشه؟ من فکر میکردم اگه قبول بشم میتونم همه این مشکلاتو حل کنم، اما دیدم اینطور نیست. من میتونم کمک کنم تا دهکده و خونه هامونو نجات بدیم. اگه کسی نخواد کمکم کنه، به تنهایی این کارو میکنم. بیا بگیرش. اگه میخوای برو خونه، من میرم اون تو با تو یا بدون تو. جوان صف کن. باورم نمیشه اون بازم منو قال گذاشت. هی جوان صف کن. خسته شدم. مگر مجبوری سیگار بکشی؟ دیگه پیر شدی. انگار همین دیروز بود که با هم میرفتیم مدرسه و کلی به بچه ها زور میگفتیم. جوونی کجایی که یادت بخیر؟ فردا همین دهکده مال ما میشه و بعد حسابی بیا و پول پارو کنی. فکرشو بکن دوست من. نه چند روزه دیگه ما امپراتوری جدیدمونو بنا میکنیم و به سلامتی این پیروزی باز جشن بگیریم. دلم واسه جشن تنگ شده. چی؟ چرا نشستی؟ زود باش بودو برو یه چیز ورد و بیار بخوری مرد حسابی. فقط خیلی آرومی، وقت نزنی همه چیزو درب و داغو کنی. ارباب پایروت. سامچای رفیق من، من باید درباره این مالیات ها با اتون حرف بزنم. اون مرد اومد و خیلی راحت مدرسه رو خراب کرد. دوست من سامچای بی خیال، اون مدرسه همین جوریش هم داشت خراب میشد. اصلا مهم نی، خوب بود اگه سقف اونجا رو سر بچهاتون خراب میشد. داوان میگه چون طبق اهدامه شما مالک همه زمین ها هستین، میتونین اون مرد رو از گرفتن مالیات منصرف کنین. داوان اینطور فکر میکنه؟ تو به حرف اون یه ذره بچه گوش میکنی؟ اما این واقعیت داره، شما میتونی کمکش کنی. سامچای
تو آدم خوبی هستی، همیشه به حرفهای من گوش کردی، من حتی حاضرم تو رو به عنوان عضوی از خانواده‌ام بپذیرم، ولی باز بعضی چیزا رو ملتفت بشی. اما ارباب پایرود میدونی بده ببینم اینا چیه برداشتی آوردی؟ من نمیتونم جلوی پیشرفت و زمانو بگیرم، اما به جاش میتونم ازش استفاده کنم. این دهکده خیلی بیشتر از اونه که تو فکر میکنی میارزه و طبق عهدنامه تموم زمینای اون به من تعلق داره. تو مرد باهوشی هستی و آدمای باهوش خیلی به درد من میخورن. اگه فقط به حرف من گوش کنی و بی خیال اهالی دهکده بشی و واسهشون ترم خورد نکنی، خواهی دید که چه سودی بهت میرسونم، اونم سود کلو. ببینم حالا بهم کمک میکنی که این هتل بزرگو به صورت واقعی بسازم؟ پس همه اینا کارهای تو بود؟ یعنی هیچ مالیاتی وجود نداره؟ این برنامه ها برای اینه که بتونی خونه های دهکده رو خراب کنی، درسته؟ گفتم ترچی نخوره یه چیزی میشه. من این کارو میکنم، بهت هشدار دادم که در جریان باشی، فردا همه جا رو خراب میکنم، خواهی دید. چه بد زایت کرد. تو یکی حرف نزن جوان، من هیچی نمیبینم. اسم یه جور خاک بود. آه نه، یادم نمیاد. هیچ معلوم هست چی میگی؟ من که از کارات سر در نمیارم. اینجا رو باید دنبال کرمای شفتاب بریم. کای، من دارم سعی میکنم سطر بعدی شعر رو به خاطر بیارم. من فکر میکردم تو به خاطر اشباح از اینجا میترسی. آره، روحای اجداد ما سرگردانن، هر آن ممکنه یکیشون منو ببینه و یه توقعی داشته باشه. اجداده؟ کجا؟ کجا؟ جاوان، اینجا یه قبرستونه، درست نمیگم؟ آهای، به خاکستر اعتماد کن جاوان. تو چیزی یادت اومده؟ زود باش پرنده زیبا بقیش رو بگو. پرنده زیبا؟ جاوان، این فقط یه پرنده است. به دنبال آتش مدفون زیر خاک بگرد. آره، خودشه. چی؟ بو کن، بوی بخور و خاکستر میاد. آره، آتش بزرگ، خودشه، باید از این طرف بریم. عالی شد. وای، برید کنار، من دارم میام. چرا چشم دو میزنه؟ ظرف خاکستر، داریم نزدیک میشیم کای. به خاکستر اعتماد کن. جوان، داری چی کار میکنی؟ سلام سامچای. چی شد؟ تمام این مدت پایرود داشت نقشه میکشید که ما رو از خونه های خودمون بیرون کنه که چی بسازه؟ سامچای چی داری میگه؟ یه باشگاه تفریحی با کلی هتل. چه اتفاقی افتاده؟ اون منو گول زد، همه ما رو گول زد. سامچای وایسا، جریان چیه؟ ای با تو هم سامچای. من فقط میخواستم از اعضای خونوادم مراقبت کنم. چقدر ساده بودم که حرفای پایروتو باور کردم. اون فردا میاد و با رفیق گردن کلفتش همه جا را بوم نابود میکنه. ما هم نمیتونیم جلوشونو بگیریم. شاید هم تونستیم. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ این نیشکره،
علفای شیرین رو بچش و راه خودتو پیدا کن. این باید یه راه هزار تو باشه. من کمکت میکنم راهو پیدا کنی. دنبالم بیا. اون میخواد ما دنبالش بریم. تو هم برو، من میخوام یکم تنها باشم. همینطور اجدادتو میشناسی؟ ببینم لیاک، تو گذاشتی داوان تنهایی بره جنگل و دنبال معبد گم شده بگرده؟ شما که میدونین وقتی داوان تصمیم بگیره دیگه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. در ضمن گفت با کای میره. خب حداقل کای مواظب بشه. خیلی ببخشید ولی یکی باید مواظب خود کای باشه. از گفتی رفتن دنبال عهدنامه واقعی، تا حالا چیزی دربارش نشنیده بودم. اگه واقعا این عهدنامه وجود داشته باشه و داوان بتونه پیداش کنه، میتونیم جلوی پایروتو بگیریم، چون به نظر میرسه که یه ریگی تو کفش این خانواده. پایروتو خانواده‌اش سالهاست که دارن به مردم دهکده دروغ میگن، هم درباره مالیات هم بقیه چیزا. چیه؟ چرا به من نگاه میکنی؟ تو کارهای زیادی از دستت برمیاد. پارسال سقف خونمو تعمیر کردی. سقف خونه ما هم همینطور. برای ما پرچین ساختی. برای منم اینو. هفته پیشم برای من. آه نه، اون پارسال. میبینی چه کارهایی از دست تو ساخت است پسرم. مطمئنم اگه فکر کنی میتونی یه راه حلی پیدا کنی. چه راه حلی؟ من در مقابل بولدوزرای پایرو چی کار میتونم بکنم؟ من به زحمت میتونم از خانواده خودم هم محافظت کنم. تو ماشین بزرگ تو داری، همینطورم مردمو. بله درست. خب داوان و کای چی میشن؟ اونا حالشون خوبه. اگه کسی بتونه عهدنامه واقعی رو تو جنگل پیدا کنه اون داوانه. داوان! داوان! به نظر میاد که اونا هم میخوان کمکمون کنن. فندکم اجداد بیداد. ای وای گیر کردم، حالا چی کار کنم؟ اینجا عجب جای وحشتناکیه. ها تو کی هستی؟ چرا اینجوری میکنی؟ نکن نکن، قلقلکم میاد، قلقلکم میاد. من که گفتم اینجا روح داره. فکر کنم وقتش از اینجا فرار کنیم. ای با هیچ رو نمیبینم، گور شدم. نه اجداد من لطفا انقدر دنبالم نیای. وایسا میوه یه زندگی. ای بابا عجب گیری افتادی. ما چرا انقدر تون پرواز میکنی؟ خب وایسا. Thank you.
وای، تا راه خروج خیلی مونده. کای یه کاری بکن. فهمیدم چطوری از اینجا بریم بیرون. سلام خواهر جی، منو محکم بگیر. کمک، کمکم کنین، من اینجا گیر کردم. آی پیرسن، بهت اختار میکنم از سر را بری کنار. منم بهت اختار میکنم پاتو از این خط این ورتر نذاری. چیه من این نگاه داره؟ همگی به پیل ماشیناتون رو خورد میکنم. حمله! یکی بگیره من ها! همه افراد حمله کنه! میبینین ما میمونا در نسل‌های جدید خودمون به تکنولوژی برتر دست پیدا کردیم. به شما قول میدم ما یه روز تمام دنیا رو تسخیر خواهیم کرد. جون مادرت نکن. بایدش به من شم باید شد در باز کن. خواهش میکنم، خواهش میکنم بند. چقدر خوب که یکی از اعضای خانواده تو حداقل یک بارم که شده به دیگران کمک کردن. تا حالا شده به یکی کمک کنی؟ تو فقط یک کله پوک بی مصرف. خانواده شما شما سنگ دل و بد جنسی. شما ها بد جنسی. نباید به بنز کمک میکرد. این خیلی بد جنسه کای، اما من نمیتونستم اونجا ولش کنم. حالا خانم خوش قلب و مهربون، ما چطوری از اینجا بریم بیرون؟ معذرت میخوام، قصد نداشتم شما رو اینجا ول کنم و برم، فقط خواستم باهاتون شوخی کنم. بگیر مال خودت. هیچ سب کنی منم بیا. اگه میخوای کارا درست انجام بشه باز خودت انجامشون بدی. ها من نمیشتسی رفی بدش ما بیرم. چشم آفرین دخترم، تو موفق شدی. حالا عجله کنین دنبالم بیاین.
سریع من راه میان بار به دهکده رو بلدم، عجله کنین بیاین. این زمین ها مال منه، هر کاری هم دلم بخواد اینجا میکنم، میگیرن میگو. هیچ که مثل من نمیتونه اینجا رو خراب کنه. های سامچای بقیتونم همینطور، چرا نمیخوای بفهمی که این زمین ها همش مال منه؟ نه مال تو نیست. بینم این دیگه چیه؟ حالا میفهمی چیه برادر شده؟ این یه اهنامه واقعیه که توش نوشته شده زمین ها مال همه ماست پایروت، نه مال تو. این به زبان عهد عتیقه، اینجا نوشته من شهرامیلون این زمینا رو به عنوان پاداش به مردم اهدا میکنم. این دهکده ماست. بله درسته، نوشته زمینای دهکده برای همه مردم کن و همه باید ازشون استفاده کنن. تو به ما کلک زدی پایلوت، شهرامیلون زمینا رو فقط به خانواده تو نداده. خب اینم از این، آدم کچل بشه کنف نشی. دیگه هیچ مدرکی ندارین، شما هیچی ندارین. تو نمیتونی خونه های ما رو خراب کنی پایروت، ما بهت اجازه نمیدیم. نه بابا. نه 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 جون مادره برو اون وره تا نه 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 اونجا نه اونجا نه هتل نه اون طرفی نه آخ نه 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 این کارو نکن، این کارو نکن، بیچاره شدم. نه نه نگران نباشین عزیزای من، بابا جون مواظبتونه. اشتباه کردی پایروت، ما همه چیز داریم ولی تو نمیدونی. دختره نادون سمج، این زمین ها هنوز مال منن، چیزی که شما بهش میگین اهنامه واقعی فقط یه مش خاکستره. اگه خاکسترا رو کنار بزنی اهنامه واقعی رو میبینی. اون اینجا اهنامه واقعی؟ نوشته های اصلی روی این ظرف حک شده. نه دختر عزیزم، میدونستم تو موفق میشی. من بهت افتخار میکنم. نه من نمیذارم، من نمیذارم اون احمام رو داشته باشه. بدش من، هیچکی نمیتونه سر راه من وایسه، هیچکی. نه نه پولای خوشگلم. پول
خدای نازنینم همش رفت هوا. جوان بیا این مال توی. نه بانس، اون به همه دهکده تعلق داره. من به تو افتخار میکنم مرد جوان. بیا این مال توی، فقط تو لیاقتشو داری. من تا اوج میرم و به هر چی میخوام میرسم، با کمک ایمانم به آسمان میرسم. ترس در سایه تاریکی نمیتونه امیدو نابود کنه. طلوع آفتاب نوید زندگی جدیدیو میده و رویاها تحقق مییابه. هرچند بعضی وقتا دشوار به نظر میرسه، ولی من نیروی درون خودمو پیدا کردم. هنگام طلوع آواز امید و آرزو رو سر بده. این دهکده دهکده ماست و هیچ چیز نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه. اگه به طولانی ترین سفرها هم که برم، باز هم به این دهکده بر میگردم، چون آرزوهای من در اینجا تحقق پیدا میکنه. من تا اوج میرم و به هر چی میخوام میرسم، با کمک ایمانم به آسمان میرسم. طلوع آفتاب نوید زندگی جدیدی رو میده و رویاها تحقق مییابه. هرچند بعضی وقتها دشوار به نظر میرسه، ولی من نیروی درون خودمو پیدا کردم. هنگام طلوع آواز امید و آرزو رو سر بده و در پناه نور خورشید به راهت ادامه بده. باید بدونی بدون تلاش هیچ چیز به ثمر نخواهد رسید. نه، من از عنکبوت میترسم. مامان، یکی بیاد این رو کله من برداره.